در این بسته آموزشی به صورت فشرده اما مبتدی نرم افزارهای پریمیر، آدیشن و افتر افکت رو آموزش میدیم و این ویدیو به درد کسایی میخوره که میخوان همه رو با هم یاد بگیرن و از اول شروع کنن. تو این دوره آموزشی یک ساعته هر سه نرم افزار رو با هم به صورت بخش بخش آموزش میدیم. پس با من همراه باشید. برای ایجاد پروژه جدید در پریمیر پرو کافیه که نرم افزار پریمیر رو اجرا کنید. بعد از اون در این صفحه نیو پروژکت رو انتخاب میکنید. در این قسمت اسم پروژه‌ای که میخواید ایجاد کنید رو تایپ میکنید و از این قسمت میتونید آدرس سیو شدن این پروژه رو انتخاب کنید. من دسکتاپ رو انتخاب میکنم و بعد از اون روی اوکی کلیک میکنید. برای وارد کردن فایل داخل پریمیر کافیه که روی قسمت خالی بین دابل کلیک کنید. بعد از اون فایل مورد نظرتون ها که میتونه ویدیو، عکس، موزیک، صدای ضبط شده یا هر چیز دیگه باشه انتخاب کنید. تعدادشون هم مهم نیست، میتونه یه فایل باشه یا چندین فایل رو با هم دیگه انتخاب کنید و اوپن رو بزنید. بعد از اون میتونید با درگ و دراب کردن فایل مورد نظرتون داخل تایملاین اونو وارد قسمت تایملاین کنید. خب مثل همیشه اول فایلامونو وارد میکنیم. من چند تا فایل رو انتخاب میکنم، بعد اوپن رو میزنم، فایل ها توی بین اضافه میشه. حالا با درگ و دراب اونا رو وارد تایملاین میکنم. شاخص رو روی قسمت مورد نظرم قرار میدم و ابزارم رو به ابزار برش تغییر میدم. هم میتونید از طریق کیبورد با کلید سین کار رو بکنید و هم میتونید از نوار ابزارتون استفاده کنید. روی هر قسمتی که دلم میخواد برش میزنم، کافیه که کلیک کنید. بعد از اینکه کارم با برش تموم شد میتونم ابزارم رو به ابزار سلکشن تول برگردونم. با عرض درود و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز، امروز میخوایم یه مقدار راجع به فولدر بندی و دسته بندی فایل هایی که شما حالا وارد پریمیر میکنید صحبت کنید. اول از همه خیلی خوبه که بدونید تدوین بر پایه نظم جلو میره، یعنی اگر شما نظم بهتری داشته باشید خب قاعدتا توی کارتون هم تاثیر داره. حالا میتونید دسته بندی فایل هاتون رو از داخل اون هاردی که توش کار میکنید هم انجام بدید قبل از اینکه داخل پریمیر این کارو بکنید، که خیلی به پیدا کردن فایل ها و فوتیج ها و صدا ها و ویدیوهایی که شما دارید کمک میکنه. بعد از اونم میتونید داخل خود پریمیر این فایل ها رو دسته بندی کنید که الان بهتون میگم به چه صورته. در پنجره بین پایین گوشه سمت راست یه علامت فولدر داره که شما اگه روی اون کلیک کنید براتون یه فولدر جدید ایجاد میکنه توی همون بین که میتونید اسمشو تغییر بدید. مثلا من الان میزنم ویدیو، که ویدیوهامو همه رو وارد این فولدر بکنم. شما میتونید فولدرهای دیگه هم بسازید، مثلا مثل موزیک، مثل صدا، که الان من یه فولدر موزیک ساختم و حالا یه فولدر ساوند برای صداها بر فرض مثال. و حالا این فایل هامو دونه دونه انتخاب میکنم، حالا هر کدومو که خواستم اول از توی هاردم وارد نرم افزار کردم انتخاب میکنم و با درگ و دراب کردن روی اون فولدر مورد نظرم اونا داخل اون انتقال پیدا میکنم. الان ببینید پایین این فولدر تعداد فایل هامو نوشته و وقتی که وارد این فولدر بشم میتونم فایل هامو دوباره بهشون دسترسی داشته باشم. اگر میخوام این پنجره رو ببندم میتونم روی زبون سمت راستش کلیک کنم و کلوز پنل رو انتخاب کنم و بسته میشه. میتونم برگردم به زبونه قبلی و همون پنجره بینم رو داشته باشم.
برای ساختن سکانس در پریمیر شما دو تا راه دارید. یا یکی از فایل های ویدیویتون رو درگ و دراپ میکنید روی پنجره تایملاین و سکانس جدید ساخته میشه، که با این کار شما سکانسی که میسازید اطلاعات سکانستون مثل فریم ریت و فرمت و رزولوشن و اینا بر حسب اون ویدیوی میشه که شما درگ و دراپ کردید داخل تایملاین. اما راه دوم اینه که شما توی پنجره بین کلیک راست میکنید، نیو آیتم رو انتخاب میکنید و سیکونس رو روش کلیک میکنید. اینجا یه سری پریست آماده هست برای سیکونس هایی که میخواید بسازید و شما میتونید از یکی از اینا انتخاب کنید و سیکانس مورد نظرتون رو بر حسب اون چیزی که میخواید باش کار کنید بسازید. من دیجیتال SLR رو انتخاب میکنم 1080p و DSLR 1080p 25 فریم. از قسمت سیکانس نیم هم میتونید اسم مورد نظر خودتون رو برای سکانستون تایپ کنید که حالا توی پنجره بین بعدم بتونید به راحتی پیداش کنید. حالا سکانس شما آماده است که شما فایل ویدیویتون رو وارد این سکانس کنید. من که فایلامو درگ و دراپ میکنم، ممکنه با این پیغام مواجه بشین. این پیغام داره به شما میگه که سکانسی که شما ساختین اطلاعاتش و ستینگش با این ویدیویی که شما دارید وارد تایملاین الان میکنید میارید داخل این سکانس یکی نیست. میخواید اینا رو با هم دیگه مچ کنم یا با همین تنظیمات سکانس خودتون ادامه میدید؟ که من روی Keep Existing Settings کلیک میکنم و به کارم ادامه میدم. خب همونطور که میبینید الان ویدیو من سایزش کوچیکتر از سایز تصویری که توی تنظیمات سکانس تعریف شده، و این موضوع به خاطر اینه که فوتج ویدیویی که من وارد کردم رزولوشنش از رزولوشن سکانس من کوچیکتره. وقتی که شما نرم افزار پریمیر پرو رو باز میکنید یه سری پنجره رو میبینید که همه پنجره ها به صورت یک پارچه برای شما کار میکنن، اما هر کدومشون کارایی جدا و مجزایی دارن. برای اینکه بهتر بتونیم با نرم افزار پریمیر کار کنیم خوبه که این پنجره ها رو بهتر بشناسید. پنجره اول ما پنجره پروگرام یا پنجره پریویو هستش که شما هر اتفاقی که توی تایملاینتون دارید رو میتونید از طریق پنجره پریویو کاملا ببینید. در قسمت پایین سمت چپ پنجره پریویو یک زبونه وجود داره برای تغییر اندازه ویدیویی که شما در حال دیدن هستید و در حال پریویو هستید، که شما میتونید با تغییر این اندازه ها اندازه پریویوی که دارید میبینید رو کوچیک یا بزرگتر کنید. در قسمت پایین سمت راست پنجره پریویو یک زبونه دیگه وجود داره که شما میتونید کیفیت ویدیویی که در حال پخش هستش در پنجره پریویو رو کم یا زیاد کنید، که معمولا روی فول میذارن، که شما اگه سخت افزار خیلی خوبی ندارید میتونید این اندازه رو روی 1/2 یا 1/4 هم بذارید. در دو گوشه پایین سمت چپ و سمت راست همین پنجره پریویو دو تا بازه زمانی رو میبینید که اینها نشونگر زمانهایی هستن که شما توی پروژه دارید از اونها استفاده میکنید. شاخص سمت چپ برای اینه که شما بدونید الان توی تایملاین در کدوم بازه زمانی قرار دارید، و شاخص سمت راست زمان آخرین ویدیویی که روی تایملاین شما قرار داره رو به شما نشون میده. پنجره بعدی پنجره بین هستش. توی پنجره بین شما میتونید فایل هایی که وارد پروژه کردی رو به راحتی ببینید. یک دکمه کوچیک پایین سمت چپ پنجره بین وجود داره که شما میتونید اندازه آیکون فایل هاتون رو کوچیک یا بزرگ کنید. پنجره بعدی پنجره افکت کنترلز هست. شما اگه این پنجره رو انتخاب کنید و بعد از اون روی یکی از فایل های ویدیویی یا صوتی در تایملاینتون کلیک کنید، میتونید مختصات و اطلاعات اون فایل رو در قسمت افکت کنترلز ببینید و تغییراتی در اون ایجاد کنید. مثلا من الان میتونم پوزیشن این ویدیو رو تغییر بدم یا اندازش رو بزرگ یا کوچیک‌تر کنم. پنجره بعدی پنجره افکت هست. در پنجره افکس شما میتونید افکت های مورد نظر صوتی یا تصویریتون رو از داخل این پنجره انتخاب کنید و با درگ و دراپ کردن روی ویدیو مورد نظرتون از اون افکت استفاده کنید. یک پنجره دیگه معمولا در گوشه سمت چپ تایملاینتون قرار داره که به این پنجره نوار ابزار میگن، که معمولا از دو تا ابزار اون بیشتر استفاده نمی کنید. یکی ابزار سلکشن تول و ابزار بعدی ابزار برش هستش. پنجره بعدی ما پنجره تایملاین هست.
شما تو پنجره تایملاین تمام ویدیوها و صداهایی که میخواید ادیت کنید رو وارد میکنید و با برش زدن و چسبوندن اونها به هم دیگه میتونید یه ویدیو کامل داشته باشید. هر اتفاقی که توی پنجره تایملاین بیفته شما در پنجره پریویو خواهید دید. در پنجره تایملاین لایه‌های ویدیو و لایه‌های صدا رو میتونید به صورت مجزا داشته باشید که به صورت پیش‌فرض 3 لایه ویدیو و 3 لایه صدا برای شما در سکانستون تعریف میشه. پنجره بعدی پنجره آدیو میترینگ هست. شما در این قسمت میتونید صدایی که در حال پخش هستش رو ببینید و از میترش استفاده کنید. حالا اگه تو قسمت دیسورد باشه میتونید صدا رو کم کنید یا اگه صدا پایین باشه میتونید صدا رو بالاتر ببرید. خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان عزیز. برای اینکه بتونید تدوین قابل قبولتر و بهتری داشته باشید باید بدونید کار با لایه‌ها در قسمت تایملاین به چه صورت هست. اول از همه برای بزرگتر شدن محیط کار در پنجره تایملاین شما میتونید از نواری که در قسمت پایین پنجره تایملاین تعبیه شده استفاده کنید. با کلیک کردن روی گوشه زبانه چپ و راست این نوار و کشیدن اون به چپ و یا به راست میتونید برای بزرگنمایی در تایملاین از اون استفاده کنید. ما در قسمت بالایی تایملاین 3 لایه ویدیو به صورت پیش‌فرض و در قسمت پایینی 3 لایه آدیو یا صدا داریم که اگه بخوایم میتونیم بعدن اینها رو هم افزایش بدیم. با درگ کردن فایل مورد نظرتون در قسمت ویدیو یا آدیو میتونید اونا رو به لایه‌های بالاتر یا پایین‌تر انتقال بدید. ترتیب لایه‌ها برای نمایش خیلی مهمه. یعنی لایه‌ای که بالاتر قرار بگیره اولویت برای نمایش با اونه. خب سمت چپ پنجره تایملاین ما یک نماد چشم روی هر لایه وجود داره که اگه شما اون روی اون چشم کلیک کنید و یه خط روی اون چشم بیفته یعنی اون لایه از حالت نمایش خارج میشه. توی صدا هم همینطور، اگر شما روی M کلیک کنید اون لایه صدا از حالت شنیده شدن خارج میشه و دیگه شما اون لایه رو نمیشنوید. برای اینکه دوباره برگردونیم به حالت عادی و بخوایم اون لایه رو نمایش بدیم کافیه که روی همون علامت چشم کلیک کنیم تا دوباره اون لایه برای ما به نمایش در بیاد. یه سری کلید گوشه سمت چپ همین پنجره تایملاین برای ما هایلایت شدن که وقتی ما روی اون کلیدها بزنیم و اون کلید روشن باشه، در واقع کلید اون لایه روشن باشه، بر فرض مثال من الان کلید V1 رو خاموش میکنم و کلید V3 رو روشن میکنم، باعث میشه ما اگر پلان رو از جای دیگه یا ویدیویی یا فایل دیگه رو از جای دیگه توی تایملاین کپی کنیم و بیایم اون رو در پلی هد پوزیشن پیست کنیم، روی اون لایه‌ای برای ما اون ویدیو یا فایل پیست میشه که ما قبلا چراغ اون لایه رو روشن کردیم. فقط توجه داشته باشید اگر هر تعداد چراغ روشن باشه اولویت با عدد پایین تر اون لایه هست. بر فرض مثال اگر V1 هم روشن باشه V3 هم روشن باشه وقتی تو اون پلی هدی که هستیم میخوایم اون فایلمون رو پیست کنیم اون ویدیو توی V1 میافته چون عدد اون لایه پایین تره. یه نکته دیگه درباره فایل هایی که وارد تایملاین میکنید فایل ویدیو و صدا به هم چسبیده هستن. خب خیلی وقتا شما میخواید فایل صدا رو جدا کنید و فایل صدا رو حذف کنید یا بر فرض مثال میخواید صدا رو نگه دارید و فایل ویدیو رو حذف کنید. کافیه که روی اون ویدیو کلیک راست کنید تا هایلایت بشه و از منویی که باز میشه گزینه آن لینک رو انتخاب کنید. خب میبینید که به راحتی فایل تصویرتون از صداتون جدا میشه. حالا هم میتونید فایل تصویر رو به راحتی جابجا کنید و هم فایل صدا رو میتونید به راحتی و جداگانه داشته باشید. من فایل صدای این ویدیو رو با سلکت کردن و زدن دکمه دیلیت از روی کیبورد حذف میکنم. قسمت دلخواهم رو برش میزنم. حالا با درگ و دراب کردن روی لایه بالایی میبرمش روی ویدیو جدید. خب میتونیم ببینیم ویدیویی که انتخاب کردیم روی صدای فایل جدید قرار گرفته.
داستان برای اینکه بتونید دو تا پلان رو به همدیگه متصل کنید میتونید به چند روش عمل کنید. یه روش اینه که شما از برش‌های مکانیکی استفاده کنید، مثل برش ساده یا جامپ کات یا از این قبیل که به این صورت میشه. اما روش دیگه ای هم وجود داره که استفاده از ترانزیشن هستش، به این شکل. کاری که ترانزیشن ها انجام میدن اینه که پلان های شما رو با جلوه دیگه ای به هم دیگه متصل میکنن. برای استفاده از ترانزیشن کافیه که روی نقطه اتصال بین دو پلانتون قرار بگیرید، از منوی FX روی ویدیو ترانزیشنز کلیک میکنید و اینجا من دیزالو رو انتخاب میکنم و روی اون ناحیه قرار میدم. توجه داشته باشید که میتونید طول این ترانزیشن ها رو کم یا زیاد کنید. خب شما میتونید برای لایه صدا هم ترانزیشن استفاده کنید. از قسمت Audio Transitions و Crossfade من Constant Power رو انتخاب میکنم و روی لایه صدا میندازم. طولش رو هم با ترانزیشن ویدیو برابر میکنم. دوستان توجه داشته باشین ترانزیشن هایی که داخل پنجره افکتس هست وقتی شما نرم افزار پریمیر رو نصب میکنید به صورت پیشفرض روی پریمیر وجود داره، اما شما میتونید ترانزیشن های دیگه ای رو هم که حرفه‌ای تر هستن و حالا جلوه دیگه ای دارن رو از سایت های مختلف دانلود کنید، با وارد کردن اون به پریمیر از اونا هم استفاده کنید. اگر صدای ویدیوی شما بالا بود یا پایین بود خواستید تو اون تغییر ایجاد کنید، میتونید از دو روش استفاده کنید. اولین روش استفاده از گین هست. برای تنظیم گین صدا یا همون شفافیتش کافیه که صدای مورد نظرتون رو توی لایه های تایملاین انتخاب کنید. من برای اینکه به لایه صدام به صورت جداگانه دسترسی داشته باشم اون رو از ویدیوم آنلینک میکنم. بعد با زدن دکمه جی روی کیبورد پنجره گین برای شما باز میشه. توجه داشته باشید که شما هر عددی اینجا وارد کنید اون میزان گین به صدای شما اضافه میشه. اگر قبل از عددتون منفی بذارید اون میزان گین از صدای شما کم میشه. من الان 10 دیبی اضافه میکنم به این صدا. خب دیدیم که صدای ما افزایش پیدا کرد. فقط توجه داشته باشید که صدای خودتون رو اونقدر افزایش بدید که توی محدوده دیستورت قرار نگیره. حالا اگر ما بخوایم فقط یه قسمتی از این ترک صدامون رو صداشو کم یا زیاد کنیم، از روش دوم باید استفاده کنیم. برای این کار روی قسمت خالی زبونه اون لایه صدای مورد نظرمون دابل کلیک میکنیم. وقتی امواج صدا برای ما بازتر شد، میایم با کلیدهای ترکیبی کنترل روی کیبورد و کلیک چپ موس چند تا کی فریم روی صدای مورد نظرمون ایجاد میکنیم. من فقط میخوام این ناحیه رو صداش رو کمتر کنم. حالا با کلیک کردن و کشیدن این خط رو به پایین میتونم صدای مورد نظرمو فقط توی این ناحیه کم کنم. نتیجه رو ببینیم. برای تنظیمات پیشرفته تر صدا شما میتونید از پنجره افکتس و آدیو افکتس افکت های صوتی مورد نظرتون رو درگ و دراب کنید روی فایل صوتیتون و هر تغییری رو که مورد نظرتون هست روی صداتون ایجاد کنید. عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان عزیز. گاهی اوقات ویدیو شما نیاز به تنظیم رنگ و نور داره که در نرم افزار پریمیر پلاگینی هست که شما میتونید از طریق همون پلاگین تنظیم رنگ و نور خودتون رو انجام بدید. و
برای این کار کافیه از پنجره افکس، از پوشه ویدیو افکس و از پوشه کالر کارکشن پلاگین لومتری کالر رو انتخاب کنید. با درگ و دراب کردن روی فایل ویدیوی مورد نظرتون روی ویدیو اعمال میشه. میبینید که هیچ تغییری ایجاد نشد. حالا کافیه که از پنجره افکت کنترلز تنظیمات لومتری کالر رو تغییر بدیم. اولین تنظیم، تنظیم بیسیک کارکشن هست. توی بیسیک کارکشن یه سری تنظیمات وجود داره که به ترتیب با هم میریم جلو. اولیش تمپرچر، یعنی دمای رنگتون رو میتونید گرمتر یا سردتر کنید. به این صورت من روی صفر میذارم. بعدی تینت هستش، میتونید رو به سبز یا رو به بنفش ببریدش، یعنی همون مجنتا یا گرین. گزینه بعدی اکسپوژر هست. با افزایش اکسپوژر شما میتونید کلیت نور صحنه‌تون رو بیشتر کنید و با کم کردن اکسپوژر میتونید کلیت نور رو کم کنید. گزینه بعدی کانتراست است. با کمک گزینه کانتراست میتونید به جدا شدن و فاصله گرفتن سایه ها و نیم سایه ها کمک زیادی بکنید. گزینه بعدی هایلایتس است. با اضافه کردن و کم کردن هایلایت شما میتونید فقط تو قسمت هایی که نور بیشتری خوردن تاثیر ایجاد کنید. با گزینه شادو میتونید فقط توی قسمت هایی که سایه و تاریکی بیشتری دارند تاثیر ایجاد کنید. از گزینه وایت میتونید برای قسمت‌های سفیدتون استفاده کنید و اونا رو کم و زیاد کنید. و با تغییر میزان گزینه بلکس میتونید قسمت‌های تیره و سیاه صحنه خودتون رو کم یا زیاد کنید. پایین‌تر هم یه گزینه وجود داره به اسم سچوریشن. با افزایش سچوریشن میتونید میزان رنگ صحنه‌تون رو زیاد کنید و با کاهش اون میزان رنگ رو کم می‌کنید. قسمت بعدی که در لومتری کالر وجود داره قسمت کریتیف هست. شما از این قسمت میتونید با کمک زبانه لوک مورد نظرتون رو انتخاب کنید تا به رنگ و نور متفاوت تری دست پیدا کنید که به صورت پریست داخل خود پریمیر هم هست، هم میتونید دانلود کنید که بهشون میگن لوت یا لوک آپ تیبل و اضافه کنید به لوت های رنگی که داخل لوک وجود داره و از اونا هم استفاده کنید. مثلا من الان بلو کولت رو انتخاب میکنم که به این صورت میشه و یا گولد اورنج رو انتخاب میکنم که به این شکل اتفاق میفته توی صحنه. میذارم روی نان که برگرده تو حالت عادی. قسمت دیگه که در لومتری کالر وجود داره کروز هست. شما اگه بخواید با منحنی هم کار کنید از داخل کرو میتونید این کار رو به راحتی انجام بدید. در قسمت کرو منحنی های جداگانه وجود داره که میتونید اونها رو به صورت مجزا تغییر بدید و به نتیجه مطلوب خودتون برسید. در پلاگین لومتری کالر تنظیمات پیشرفته تری هم وجود داره که شما میتونید از اونها برای رسیدن به نتیجه مطلوبتون استفاده کنید. گاهی اوقات شما نیاز دارید که یه نوشته رو روی تصویرتون اضافه کنید. حالا میتونه هم زیرنویس باشه یا عنوان یا هر اتفاق دیگه‌ای که بخواید اونو به صورت تکست روی تصویرتون بیارید. برای اضافه کردن یک نوشته روی تصویر مورد نظرتون کافیه که از منوی فایل نیو لگسی تایتل رو انتخاب کنید. از اینکه لگسی تایتل رو انتخاب کنید یه پنجره باز میشه که یه سری اطلاعات سکانستون رو بهتون میده که مهم نیست. در قسمت نیم میتونید اسم این تکستی رو که میخواید وارد کنید رو بنویسید که بعدا بتونید راحت تر پیداش کنید از پنجره بین. مثلا من مینویسم This is a test و اوکی رو میزنیم. خب پنجره لگسی تایتل باز میشه و فایل ما هم داخل بین اضافه میشه. من پنجره رو بزرگتر میکنم که راحت تر کار کنیم. اونجایی از تصویرم که مد نظرمه تکس روی اون قرار بگیره کلیک میکنم. حالا با تایپ کردن نوشته مورد نظرم به این صورت نوشته من آماده است. فقط باید جاش رو تعیین کنم. سلکشن تول رو انتخاب میکنم. هم میتونید دستی جا به جاش کنید هم از الائمنت استفاده کنید. من میخوام چون فقط وسط چین بشه سنتر رو میزنم
اگه بخوام وسط در وسط بشه، گزینه سمت چپ رو هم انتخاب میکنم. حالا شاید بخوام یه قسمتی از این یا کلش رو رنگش رو تغییر بدیم. سلکت میکنیم از قسمت کالر، رنگ مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. خب نوشته من آماده است. حالا من ضبط رو میزنم. میبینیم که روی تصویر اضافه نشده. کافیه فایلی که درست شده رو با درگ و دراپ روی لایه بالایی ویدیومون بکشیم و اضافه کنیم. نتیجه رو ببینیم. شما میتونید نوشته‌های متعددی رو از همین روش بسازید و وارد تایملاینتون بکنید. خب دوستان، مرحله آخر در تدوین خروجی گرفتن هست. برای خروجی گرفتن در پریمیر کافیه که قسمتی رو که برای خروجی گرفتن نیاز دارید انتخاب کنید و بعد از اون به مراحل دیگه خروجی بپردازید. مثلا من میخوام از اینجا تا اینجا رو خروجی بگیرم. برای انتخاب کردن ناحیه مورد نظر، اول روی ابتدای نقطه‌ای که قصد خروجی گرفتن رو داریم پلی هد رو قرار میدیم و دکمه آی روی کیبورد رو میزنیم. حالا انتهای جایی که مورد نظرم هست پلی هد رو قرار میدم و از روی کیبورد دکمه او رو میزنم. میبینیم که این ناحیه برای ما انتخاب شد. حالا از منوی فایل، گزینه اکسپورت و مدیا رو انتخاب میکنم. البته با کلیدهای ترکیبی کنترل ام هم میتونید به این پنجره برسید. خب پنجره جدیدی برای ما باز میشه که مراحل خروجی رو اینجا میتونیم طی کنیم. اولین گزینه که اینجا میبینیم فرمت هست. میتونید با فرمت‌های مختلف و مورد نظرتون ویدیو خودتون رو خروجی بگیرید. من روی HD264 میذارم. گزینه بعدی گزینه پریست هست که من پیشنهاد میکنم همیشه روی های بیت ریت بذارید. قسمت بعدی آوتپوت نیم. شما با کلیک کردن روی Output Name میتونید اسم و محل ذخیره خروجیتون رو تعیین کنید. اسمش رو مثلا میذارم تست و روی سیو کلیک میکنم. دو تا گزینه پایین هست که تیک داره، Export Video و Export Audio. شما تیک هر کدوم رو فعال کنید توی خروجی گرفتن اون رو برای شما میگیره. مثلا اگه من نخوام آدیو رو بگیرم تیکش رو برمیدارم، ولی من اینجا جفتش رو میخوام. پایین ترم یه سری اطلاعات از خروجی که شما دارید میگیرید و بهتون میده. در قسمت Basic Video Settings شما اطلاعاتی که دارید خروجی میگیرید رو میتونید شخصی سازی کنید. با برداشتن تیک هر کدوم میتونید تنظیمات اون رو تغییر بدید. مثلا این رزولوشن الان 1280 در 720 که من نمیخوام بهش دست بزنم و وقتی تیکش رو فعال کنم به حالت قبل برمیاد. یا فریم ریت، مثلا میتونیم تیکش رو برداریم و 25 فریم کنیم یا 24 فریم. بقیه گزینه ها هم به همین صورت. یه گزینه این پایین هست به اسم Render at Maximum Depth. اگر شما این گزینه رو فعال کنید، خروجی که برای شما میگیره با بالاترین کیفیت رنگ برای شما خروجی میگیره. در قسمت Bitrate Setting شما سه مدل بیتریت انکودینگ دارین که معمولا ما روی VBR1 پس میذاریم. از قسمت تارگت بیتریت شما میتونید بیتریت ویدیوتون رو که همون کیفیتش هست تغییر بدید. با بالا بردن اون یا پایین آوردنش میتونید حجم خروجیتون هم اون پایین ببینید. مثلا من الان روی 40 میذارم و میبینیم که حجم من هم تغییر کرد و بیشتر شد. به این گزینه هم کاری نداریم. یه گزینه این پایین وجود داره به اسم Use Maximum Render Quality. شما اگر این گزینه رو فعال کنید، اگر افکتی مثل زوم یا ترک یا هر چیزی که گرافیکال باشه و داخل پریمیر اونا رو ساخته باشید و اضافه کرده باشید، با فعال کردن این گزینه شما میتونید با کیفیت بالاتری از اون اتفاقات خروجی بگیرید. اینجا هم برای من حجمم رو می‌نویسه. بعد اینکه کل این تنظیمات رو انجام دادم روی دکمه اکسپورت کلیک میکنم.
عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان عزیز. خب ما برای ایجاد تغییر در ترک های صدامون داخل پریمیر میتونیم از افکت های خود پریمیر استفاده کنیم، اما برای اینکه بتونیم به صورت خیلی حرفه‌ای‌تر روی صداهامون کار کنیم میتونیم از نرم افزار دیگه ادوب که ادوب آدیشن هست استفاده کنیم. برای وارد کردن فایلتون به ادوب آدیشن هم میتونید تیکه تیکه از صداهاتون خروجی بگیرید یا فایل هاتون رو از داخل خود اکسپلورر ویندوز فراخونی کنید داخل ادوب آدیشن، یا میتونید از طریق خود پریمیر به صورت مستقیم فایل تون رو وارد نرم افزار ادوب آدیشن کنید. به این صورت که روی فایل صدای مورد نظرتون کلیک راست میکنید و گزینه ادیت کلیپ این ادوب آدیشن رو انتخاب میکنید. فایل صدای شما وارد نرم افزار ادوب آدیشن میشه که هم میتونید از افکت های این نرم افزار استفاده کنید و هم تغییرات مختلف رو داخل فایل صداتون ایجاد کنید. اول از همه این که میتونید اندازه ولوم فایل صداتون رو داخل ادوب آدیشن به راحتی تغییر بدید. یه ناحیه رو انتخاب میکنید و با کم و زیاد کردن این پیچ ولوم میتونید اون رو کم یا زیاد کنید. میبینید که تغییر اعمال شد. حالا اگر بخواید یه افکتی رو روی فایل صوتیتون اعمال کنید، اون ناحیه مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، بعد از پنجره افکتس هر کدوم از افکت هایی رو که میخواید انتخاب میکنید. مثلا من از قسمت دیلی اند اکو دیلی رو انتخاب میکنم و پریست رو روی ریچ دابل میذارم، اپلای رو میزنم، میبینید که تغییر ایجاد شد. خب حالا اگه ما بخوایم فقط روی قسمتی از این فایل صدا هم افکت رو اعمال کنیم، کافی که اون ناحیه رو انتخاب کنیم و از منوی افکت افکت مورد نظرمون رو انتخاب کنیم تا روی اون اعمال بشه. حالا من تنظیمات رو میذارم روی روم آمبینس و اپلای. میبینیم که تغییر اعمال شد. دوستان در نهایت بعد از اینکه کارهای مختلفی که میخواستین رو روی فایل صداتون انجام دادین، به دو روش میتونید از این صدا خروجی بگیرید. اولین روش اینه که ناحیه مورد نظر رو انتخاب میکنید و از منوی فایل اکسپورت فایل رو انتخاب میکنید تا به صورت یه فایل مجزا از فایل صدای شما با تغییراتی که ایجاد کردید خروجی بگیره. اما روش دیگه هم وجود داره. شما میتونید فقط با بستن پنجره نرم افزار، یعنی با زدن دکمه ضبط در کلوز کنید و این پیام برای شما اومد، روی یس کلیک کنید. اینجا برای شما یک فایل جدید صدا میسازه که با اون فایل قبلی صدای شما جایگزین میشه و به صورت مستقیم فایل صدای شما که تغییرات روی اون انجام دادید وارد پریمیر میشه. عرض سلام و درود دارم خدمت همه دوستان عزیز. برای ایجاد پروژه جدید در نرم افزار افتر افکتس کافیه که نرم افزار رو باز کنید. بعد از باز شدن نرم افزار یک صفحه برای شما میاد که شما میتونید نیو پروژکت رو انتخاب کنید تا پروژه جدید برای شما تعریف بشه. توجه داشته باشید که نرم افزار افتر افکتس مثل نرم افزار فتوشاپ برای کار با لایه ها و کامپوزیشن درست شده و مثل نرم افزار پریمیر نیست که شما بتونید ادیت ویدیو رو توش انجام بدید. برای ویدیوهای خیلی طولانی نیست، یعنی شما یه قسمتی از ویدیوتون رو میارید داخل افتر افکتس و کارهای وی اف ایکس و کامپوزیشنتون روش انجام میدید و میتونید اینجا خروجی بگیرید و دوباره برش گردونید به پریمیر. پس شما وقتی روی نیو پروژکت کلیک میکنید فقط صفحه نرم افزار برای شما باز میشه. خب دوستان برای وارد کردن فایل داخل افتر افکتس شما چند تا راه دارید. اولین راه اینه که شما از منوی فایل از قسمت ایمپورت فایل میتونید فایل مورد نظرتون رو ایمپورت کنید. یه راه خیلی ساده تر داره که شما توی پنجره پروژکت دابل کلیک کنید و فایل مورد نظرتون رو توی درایوی که میخواید پیدا کنید،
حالا مثلا من از اینجا یه فایل رو وارد میکنم و فایل به راحتی ایمپورت میشه. وقتی که اینجا اضافه بشه یعنی فایل شما وارد پروژه شده. یه راه دیگه هم وجود داره که شما میتونید فایل مورد نظرتون رو از داخل خود ویندوز توی درایو مورد نظرتون درگ و دراب کنید و داخل پروژه اضافه کنید به این شکل. بعد از اینکه فایل هاتون رو وارد نرم افزار افتر افکس کردین، شما نیاز دارین که یه کامپوزیشن بسازید تا بتونید روی اون ویدیو مورد نظرتون کار کنید. برای ساختن کامپوزیشن جدید شما میتونید هم از دکمه Create New Composition استفاده کنید که پایین همین پنجره Project قرار داره. روش کلیک میکنید و اطلاعات رو ازتون میپرسه. این برای موقعیه که شما میخواید خودتون به صورت خیلی حرفه‌ای اطلاعات کامپوزیشنتون رو بهش بدید. یه وقتی هم هست که شما میخواید به صورت خیلی ساده تر عمل کنید. شما فایل ویدیو خودتون رو درگ و دراپ میکنید توی پنجره تایملاین و یه کامپوزیشن بر حسب اون ویدیو براتون ساخته میشه. من کنترل زد میزنم. شما میخواید به صورت حرفه‌ای کامپوزیشن بسازیم، پس روی دکمه Create a New Composition کلیک میکنیم. خب اولین گزینه برای ما اسم کامپوزیشنه. من اسمش رو میذارم همون کامپ یک بمونه. خط بعدی پریسته. پریست داره یه سری پریست از پیش آماده شده به شما نشون میده که میتونید از توی اینا انتخاب کنید که اطلاعات کامپوزیشنتون بر چه اساس باشه. من روی HDTV 1080 25 فریم قرار میدم. توی قسمت وید و هایت شما میتونید رزولوشن کامپتون رو تعیین کنید. روی 1920 در 1080 بر حسب خود همین پریست. قسمت بعدی که مهم هست قسمت فریم ریت. از قسمت فریم ریت شما میتونید نرخ فریمتون رو به حسب ثانیه تعیین کنید. من روی همین 25 فریم میذارم بمونه. قسمت بعدی استارت تایم کده که به شما نشون میده شروع کامپوزیشن شما از چه ثانیه‌ای باشه. به این کاری نداریم. و دیوریشن، شما هر چقدر که بخواید زمان کامپتون باشه اینجا میتونید تعیین کنید. من میذارم روی 10 ثانیه و روی اوکی کلیک میکنید. خب کامپ شما آماده است که شما بتونید ویدیوهاتون رو وارد این کامپ بکنید. کاری که کامپ میکنه توی افتر افکس مثل کاریه که سیکوینس توی پریمیر میکنه. حالا با وارد کردن یکی از فایل های تصویرم داخل کامپ میتونم هر تغییر رو که بخوام روی ویدیو مورد نظرم اعمال کنم. عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان عزیز. برای اینکه بتونیم با نرم افزار افتر افکت بهتر کار کنیم باید پنجره های نرم افزار رو کاملا بشناسیم. من یک به یک پنجره ها رو توضیح میدم و با هم میریم جلو. اولین پنجره پنجره پراجکت است. در پنجره پراجکت شما هر فایلی رو که دارید میتونید داخلش ایمپورت کنید تا بعداً همین فایل ها رو وارد کامپوزیشن کنید. پنجره بعدی که برای ما مهمه پنجره افکت کنترلز است. در پنجره افکت کنترلز شما هر افکتی که روی لایه هاتون اعمال کنید اینجا هم میتونید افکت ها رو ببینید، هم میتونید تنظیمات رو به صورت شخصی سازی تغییرشون بدید. پنجره بعدی پنجره کامپوزیشن هست. پنجره کامپوزیشن هم پنجره پریویو ما در نرم افزار پریمیر. یعنی شما هر کاری که داخل تایملاینتون انجام بدید میتونید داخل پنجره پریویو یا پنجره کامپوزیشنتون ببینید. پنجره دیگه ای که خیلی مهم هستش پنجره Effects and Presets است. شما میتونید افکت مورد نظرتون رو توی پنجره افکت پیدا کنید و با درگ و دراب کردن روی لایه مورد نظرتون از اون افکت استفاده کنید. حالا بالاش هم یه قسمت سرچ داره که میتونید افکت مورد نظرتون رو تایپ کنید و به جای اینکه داخل این پوشه ها بگردید با تایپ کردن به افکت مورد نظرتون برسید و با درگ و دراب روی لیرت مورد نظرتون اعمال کنید. پنجره بعدی که خیلی مهم هست در نرم افزار افتر افکس ها و ما باش خیلی کار میکنیم پنجره تریکر هست.
اگر این پنجره تریکر وجود نداشت داخل پنجره های شما، باید برید از منوی ویندو و تریکر اونو وارد پنجره هاتون کنید. پنجره تریکر یه ابزار تریکینگ هست که شما میتونید از این ابزار برای تریک کردن داخل ویدیوتون و گرفتن مختصات حرکت دوربین از اون استفاده کنید که بعداً به صورت تخصصی تر به اون میپردازید. یه پنجره داریم اسم پنجره الاین. در این پنجره شما یه سری تراز دارید که بعد از اینکه شما متن یا آبجکتی رو به صفحه خودتون به توی لایه ها اضافه میکنید، میتونید از این الاین استفاده کنید که اونا رو وسط چین کنید، حالا یا راست چین یا چپ چین یا از این قبیل. برای تکست و آبجکت هایی که شما میخواید بیارید داخل صحنه‌تون کارایی داره. یکی از پنجره های مهم این نرم افزار پنجره تایملاین هست. شما وقتی یک کامپوزیشن میسازید، یه فایل رو داخل کامپوزیشنتون اضافه میکنید که به صورت یک لایه در میاد، میاد داخل پنجره تایملاین. شما میتونید تمام کارهایی که انجام میدین رو روی تایملاین ببینید و لایه هاتون به صورت جدا جدا برای شما اینجا دسته‌بندی میشن که یه سری کلید دارن که اون کلیدها هم هر کدوم برای خودشون کارایی مجزایی دارن که بعداً به این کلیدها هم به صورت مفصل میپردازیم. و آخرین پنجره مهم ما در نرم افزار افتر افکتس پنجره رندر کیو هست. شما وقتی که کامپوزیشن مورد نظرتون رو ارسال میکنید برای خروجی گرفتن، داخل این پنجره میاد که بتونید تنظیمات تخصصی تر رو برای خروجی گرفتن روی اون اعمال کنید تا در نهایت خروجی نهایی و رندر نهایی رو از این کامپوزیشنتون بگیرید. خب بعد از اینکه کامپوزیشن مورد نظرتون رو ساختین و فایل های مورد نظرتون رو وارد نرم افزار افتر افکتس کردین، از فایل مورد نظرتون یک کامپوزیشن میسازید و حالا نوبت به کار با لایه ها میرسه. ترتیب کار با لایه ها در نرم افزار افتر افکت هم مثل نرم افزار پریمیر هستش، یعنی لایه ای که بالاتر هست اولویت داره در نمایش نسبت به لایه های زیرین خودش. به طور مثال اول ما این ویدیو رو وقتی میبینیم، وقتی به این یکی ویدیو میرسیم، درسته که ویدیو اول ما هم تو لایه پایین‌تر داره پلی میشه، اما ویدیو دوم ما که توی لایه بالاتری قرار داره اولویت پخش با اونه. خب بریم به دکمه های لایه بپردازیم. اولین دکمه در لایه یه نماد چشم داره که شما با روشن و خاموش کردن اون میتونید لایه های پایین‌تر رو ببینید. کلید دوم کلید صدا هست. با قطع و وصل کردن اون میتونید صدای فایل مورد نظرتون رو قطع یا وصل کنید. دکمه بعدی دکمه سولو پلی هست. اگه شما اینجا چندین لایه داشته باشید و فقط بخواید یه دونه از این لایه ها رو ببینید که داره چه اتفاقی در اون میفته، کافیه که روی دکمه سولو پلی بزنید تا به صورت تنها برای شما به نمایش در بیاد. این مال وقتی که شما خیلی تعداد لایه‌تون زیاده و نمیخواید دونه دونه اونا رو چشمشون رو آف کنید تا به لایه مورد نظرتون برسید. همون یه لایه‌ای که میخواید فقط دیده بشه رو روی سولو پلی بزنید، میتونید اتفاقاتی که داره توی اون لایه میفته رو ببینید. کلید بعدی کلید قفل هست. روی کلید قفل اگر بزنید دیگه اون لایه برای شما قابل جابجا کردن یا هر اتفاق دیگه‌ای نیست. معمولا وقتی روی کلید قفل میزنن که دیگه کارشون کلا با اون لایه تموم شده و تمام تنظیمات و افکت ها رو انجام دادن روی اون لایه و قفلش میکنن که دیگه دست بهش نخوره. جلوتر یه نماد فلش وجود داره بغل این علامت لیبل همین لایه که اگه شما روی اون فلش بزنید، تنظیمات ترانسفورم و تمام افکت هایی که میتونید داخل افکت کنترلز هم ببینید این زیر برای شما باز میشه. به طور مثال اگه من ترانسفورم رو هم این فلشش رو بزنم، میبینید که انکر پوینت، پوزیشن، اسکیل، روتیشن و اپاسیتی رو اینجا میبینیم که شما میتونید اینجا به این تنظیمات هم کی فریم بدید تا به صورت تدریجی تغییر کنن. من این رو میبندم. بعد از این فلش نماد لیبل هست. شما اگر تعداد لایه هاتون زیاد باشه نمیتونید با همین رنگ کار کنید، باید تفاوت رنگ برای لایه هاتون قائل بشید که بتونید وقتی میخواید کامپ پیچیده ای رو طراحی میکنید بتونید به صورت دیداری هم به تمام لایه هاتون مشرف باشید. مثلا من الان این رو مثلا روی پرپل میبینید رنگ این لایه بنفش میشه. اینجا هم که شماره لایه هاتون رو نوشته و در واقع ترتیبشون رو،
این وقتی که بالاتره داره لایه یک شما فراخونی میشه و لایه زیرش لایه دو شده. این قسمت قسمت سورس نیم، اسم لایه‌تون رو می‌نویسه. حالا اسم فوتیجتون هر چیزی که اینجا باشه واردش کرده باشین، اینجا بر همون حسب نامگذاری میشه، اما میتونید اسمش هم با رینیم کردن تغییر بدید. قسمت بعدی قسمت بلندینگ مود هست. شما از این قسمت میتونید مود این لایه رو تغییر بدید. مثلا اگه من این مود رو بذارم روی اسکرین، لایه زیری هم برای من به صورت خیلی محو نمایش داده میشه. برمیگردونم رو نورمال. به این قسمت ها هم فعلا کار نداریم تا بعدا به صورت تخصصی تر به اونا بپردازیم. فقط در پایین قسمت پنجره تایملاین یک دکمه وجود داره به اسم تاگت سویچ، که اگه شما روی این بزنید اینجا سری دکمه های دیگه برای شما نمایش داده میشه، یعنی هر دفعه که شما بزنید به حالت قبل و بعد برمیاد. به این دکمه ها فعلا کار نداریم چون اینا تو بحث‌های تخصصی تر باید بهشون بپردازیم. این قسمت هم که شما فضای تایملاینتون رو دارید که میتونید لایه هاتون رو جلوتر ببرید، عقبتر بیارید و از این قبیل. توجه داشته باشید که در پنجره تایملاین در نرم افزار افتر افکس مثل نرم افزار پریمیر نیست که شما با سی بتونید این لایه ها رو برش بزنید. بعد از کلیت های ترکیبی Alt و براکت چپ و یا راست برای برش زدن اونا استفاده کنید. به این صورت من کنترل زد میزنم. مثلا من از اینجا به بعد این لایه رو حالا نمیخوام، Alt رو نگه میدارم و براکت سمت راست رو میزنم. به این شکل. لایه رو برای شما همچنان نمایش میده، اما از اونجایی که شما میبرید به بعد رو برای شما خیلی کم رنگ میکنه رنگ لایه رو. در قسمت پایین همین پنجره تایملاین هم یه قسمت زوم داریم که شما میتونید برای دقیق‌تر کار کردن روی لایه‌هاتون روی اون زوم یا زوم بک کنید. دوستان فقط توجه داشته باشید که برای برش زدن هر لایه الزامیه که روی اون لایه حتما کلیک کرده باشید تا اون لایه برای شما هایلایت شده باشه. بعد عملیات کلیت‌های ترکیبی Alt و براکت چپ یا راست رو انجام بدید. Retén, informe de la situación. El vehículo se encuentra a 2 kilómetros, mi coronel. Hay que parar ese coche como sea. Vehículo a 500 metros y acercándose muy rápido. خب دوستان، برای اینکه بتونید یه همچین افکتایی رو روی لایه های خودتون داشته باشید توی کامپوزیشنتون، کافیه که لایه مورد نظرتون رو انتخاب کنید با کلیک کردن. مثلا من این لایه رو انتخاب کردم و الان اگه داخل پنجره افکت کنترلز رو نگاه کنم میبینم که افکت سی سی لنز روی این اضافه شده روی این لایه. حالا من این افکت رو پاک میکنم با کلیک کردم و دیلیت کردم. حالا میام از پنجره Effects and Presets یا میتونم افکت مورد نظرم رو سرچ کنم، مثلا Black and White از سیاه‌سفید کردم، با درگ و دراب کردن روی لایه مورد نظرم یا لایه مورد نظرم رو انتخاب کنم و روی افکت مورد نظرم دابل کلیک کنم، افکت اعمال میشه. حالا از پنجره Effect Controls میتونید تنظیماتش رو خیلی شخصی سازی تر کنید برای خودتون، مثلا کاستومایز، مثلا من گرینز رو تغییر بدم یا سایان رو یا یلو رو، فرقی نمی‌کنه. بسته به اون نوع افکتی که شما می‌خواید استفاده کنید میتونید اینجا تنظیماتش رو تغییر بدید. بقیه لایه ها به همین ترتیب با سلکت کردن و انتخاب کردن افکت مورد نظرتون، با درگ و دراب کردن روی اون لایه یا با دابل کلیک کردن روی افکت مورد نظرتون، اون افکت روی لایه مورد نظر در کامپوزیشنتون اعمال میشه.
خب دوستان، برای اینکه بتونید داخل کامپوزیشنتون روی تصویر یک متن یا نوشته یا تکس ایجاد کنید، کافیه که داخل کامپوزیشن مورد نظرتون توی قسمت تایملاین توی قسمت خالی کلیک راست کنید و از قسمت نیو تکس رو انتخاب کنید. لایه تکس شما ایجاد میشه. اینجا هم یه دونه علامت قرمز رنگ برای شما اضافه میشه که شما میتونید متنتون رو داخلش تایپ کنید. مثلا من اینجا می نویسم edit box. خب میتونم کامل انتخابش کنم از پنجره کاراکتر. اینجا فونتش رو میتونید تغییر بدید، هر فونتی که دوست داشته باشید. مثلا من فونت رو میذارم روی ایمپکت. سایزش رو اینجا تغییر بدید، خیلی ساده، مثل کاری که توی فوتوشاپ انجام میدید. و بقیه تنظیمات. و وقتی کارم تموم شد، سلکشن تول رو انتخاب میکنم. حالا اینو میارم وسط تصویر یا پایین یا هر جا که میخواد. من میخوام وسط باشه این نوشته. توی همین لایه هم شما تو قسمت تنظیمات پیشرفته خود لایه تکس میتونید تنظیمات دیگه ای رو انجام بدید. مثلا من از قسمت ترانسفورم میتونم اینو روتیشنش رو تغییر بدم، مثلا به این صورت، و اپاسیتیشو میتونم کم یا زیادتر کنم. برای اینکه رنگ این نوشته رو هم تغییر بدیم با سلکت کردنش، این قسمت بغل قطره شکون یه پالت رنگی داره که فیل کالرش رو میتونید شما تغییر بدید. مثلا من میذارم روی قرمز و اوکی رو میزنم، رنگ تکس ما به قرمز تغییر میکنه. دوستان، بعد از اینکه کارتون کاملا با کامپوزیشن مورد نظرتون تموم شد در این پروژه، میتونید از کامپوزیشنتون یه خروجی نهایی تهیه کنید. برای این کار کافیه که داخل کامپوزیشن مورد نظرتون باشید و روی اون کلیک کنید که مطمئن باشید، چون ممکنه چند تا پری کامپ بسازید، یعنی کامپوزیشن های تو در تو، ولی شما در نهایت بعد از کامپوزیشن اصلیتون یعنی سرشاخه اون کامپوزیشن خروجی بگیرید. در نتیجه میاد داخل کامپوزیشن اصلی و اون کامپوزیشن که میخواید ازش خروجی بگیرید، یک کلیک هم میکنید که مطمئن باشید توی همین کامپ قرار دارید و از کلیدهای ترکیبی کنترل و ام استفاده میکنید که اون کامپوزیشن به پنجره رندر کیو منتقل بشه. بعد از اینکه وارد پنجره رندر کیو شدین، شما اینجا چند تا تنظیمات دارید. اولین تنظیم رندر سیتینگ هست. با کلیک کردن روی نوشته هایلایت شده میتونید وارد تنظیماتش بشید. ببینید، شما ممکنه ویدیوتون رو توی حالت مثلا 1/4 یا 1/2 ببینید، ولی بخواید خروجی که میگیرید با بهترین رزولوشن باشه. در نتیجه شما کوالیتی رو همیشه باید روی بست بذارید و رزولوشن رو روی فول. به بقیه تنظیمات کاری نداریم. و تنظیمات فریم ریت، الان دو تا گزینه پیش رو داریم. اولین گزینه همیشه به شما میگه که از فریم ریت خود کامپ استفاده کنم. الان فریم ریت کامپ من 24 فریم بر ثانیه بوده که درست‌ترین حالت اینه. شما همیشه باید بر حسب فریم ریت کامپوزیشنتون خروجی رو بگید. یه وقتی از شما میخواید از کامپوزیشنتون یه خروجی اسلو موشن تر با فریم ریت بالا داشته باشید که بعدا بتونید توی پریمیر اینو اسلو کنید یا حالا فستش کنید، از اینجور کارا. اون موقع شما گزینه دوم انتخاب میکنید و فریم ریت مورد نظرتون رو وارد میکنید. ولی من الان با همون فریم ریت کامپم این خروجی رو تنظیماتش رو قرار میدم. روی اوکی میزنیم. دومین گزینه که مهم هم هست توی خروجی گرفتن از کامپ مورد نظرتون، آوتپوت ماژوله. شما وقتی روی این قسمت هایلایت کلیک کنید، براتون یه صفحه باز میشه که تنظیمات رو بتونید شخصی سازی کنید. اولین گزینه فرمت. فرمت رو هر فرمتی که خودتون دوست داشته باشید میتونید تعیین کنید. من روی کویک تایم میذارم و از قسمت فرمت آپشن، ویدیو کادک، مثلا روی انیمیشن قرار میدم و اوکی میذارم. هر کدوم از این فرمت ها خودش یک کادکی هم این توی قسمت فرمت آپشن داره که میتونید کادکش هم تعیین کنید. به قسمت دیگه کار نداریم. و در نهایت قسمت پایین، آدیو آوتپوت. الان خودش رو حالت اوتو، یعنی اگه صدا داشته باشه یا قسمت هایی هم نداشته باشه، خودش با همون صداها براتون خروجی میگیره.
معمولا چون ما صداگذاری میکنیم توی نرم افزار حرفه‌ای تر، به صدای این فایل کامپمون زیاد نیاز نداریم، پس آدیو رو آف میکنیم که حجمی هم نگیره، سرعت رندرمون هم بالاتر بره. روی اوکی کلیک میکنیم و قسمت آخر آوتپوت 2 هست. روی قسمت آبی رنگ هایلایت شده کلیک کنید، میتونید محل مورد نظرتون رو برای خروجی گرفتن و همطور اسم اون فایلتون رو تعیین کنید. من میذارم تست، روی دسکتاپ هم انتخاب کردم و سیف. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. شما تا روی گزینه رندر کلیک نکنید عملیت رندر برای شما شروع نمیشه. به این شکل. توجه داشته باشید که فرمت مورد نظرتون رو برای خروجی گرفتن حتما راجبش اول تحقیق کنید که چه فرمتی مناسبه برای اون کار شما. حالا مثلا انیمیشن وقتی ما میذاریم خب بالاترین کیفیت توی کویک تایم، یا یه وقتی شما میخواید فریم بای فریم داشته باشید باید حتما PNG سکانس یا JPEG سکانس ازش خروجی بگیرید. اگر اینا رو رعایت کنید مطمئنا یه خروجی سالم و درست از کامپوزیشنتون خواهید داشت.